سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 24 از برنامه به نام جان هست و ما قراره توی این قسمت درباره پاکی و پرهیزکاری با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، در ابتدای هم بهتر هستش که یک نگاهی نسبت به پرهیزکاری داشته باشیم. خب قاعدتا کلمه پرهیزکاری بیانگر این معنا و مفهومی است که ما می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. اینکه شما قرار هست که در قبال برخی از کارها و رفتارها پرهیز بکنید از اینها. هر از که این کارها را انجام ندید. خب این معنایی است که ما باهاش مواجه میشیم نسبت به پرهیزکاری. اما خب قاعدتا این پرهیزکاری به نوعی ادغام شده با معانی و مفاهیم دینی و مذهبی. یعنی پرهیزکاری خب قاعدتا تبدیل شده به یکی از ارکان ادیان مختلف در جهان. شما وقتی با ادیان مختلف روبرو میشید، یکی از نمادهای قدرتمند در دل این ادیان هم همین مفهوم پرهیزکاری، شاید به ویژه و مستحکمتر به نوعی در مسیحیت هم باهاش روبرو بشید. یعنی بیشتر از تمامی ادیان در مسیحیت این مفهوم جا داده شده. اینکه این یک مفهومی رو به عنوان پرهیزکاری با مؤمنین در میون گذاشته تا یک سری از رفتارها رو انجام ندن. اما اصولا ما وقتی در باب پرهیزکاری داریم صحبت میکنیم، باید یک معنایی رو هم در کنار اون دربارش صحبت بکنیم. اینکه شما باورمند به یک اخلاقیاتی هستید، یک چارچوبی رو برای اخلاقیات خودتون در نظر میگیرید، یک چارچوب اخلاقی رو شکل میدید، حالا به واسطه اون چارچوب اخلاقی مشخص یک سری پرهیزکاری هایی رو هم انجام میدید برای اینکه به اون چارچوب اخلاقی پایبند بمونید. شما وقتی به یک موضوع اخلاقی پایبند هستید، یک باید و نبایدهایی رو به نوعی در خودش برای شما شکل میده دیگه. یعنی شما باورمند به یک چارچوب اخلاقی پیرامون به عنوان مثال وفاداری هستید. وفاداری برای شما تبدیل به یک ارزش اخلاقی شده. حالا این ارزش اخلاقی داره به شما یک باید و نبایدهایی رو مشخص میکنه. حالا شما به واسطه اینکه به این چارچوب اخلاقی پایبند بمونید، باید از یک سری از کارها پرهیز بکنید. شما نباید با در حین اینکه با کسی رابطه دارید با کسی دیگه هم ارتباط برقرار کنید. این مترادف با همون خیانت میشه. و شما برای پایبندی به این چهارچوب اخلاقی که برای خودتون مشخص کردید، باید پس این پرهیزکاری رو داشته باشید. این باید و نبایدی که این چهارچوب اخلاقی برای شما به وجود آورده رو باید بهش پایبند باشید تا در نهایت انسان اخلاقی بشید. اون اخلاقی که بهش پایبند هستید رو به پیش ببرید. پس ما مواجه میشیم با این مفهوم پرهیزکاری که در کنار اخلاقیات اصولاً معنا میشه. اینکه حالا شما به یک چیز اخلاقی پایبند باشید، یک چارچوب رو مشخص بکنید و باید و نبایدهاش رو به پیش ببرید و به واسطه این باید و نبایدهایی که حالا تصویر میکنه این چارچوب اخلاقی، شما باید که به یک مفهومی به اسم پرهیزکاری هم نزدیک بشید. اما خوب گفتیم بیشتر این پرهیزکاری به نوعی در دل ادیان معنا شده. حالا هرچند که در مسلماً در دیگر باورهایی که حالا به واسطه نگاه‌های فلسفی شکل گرفته، حتی به واسطه نگاه‌های سیاسی و یا هر نگاه دیگه‌ای، ما مواجه با این مفهوم پرهیزکاری هم گاهن در اونها میشیم. اما بیشتر این برگرفته از همون نگاه‌های دینی و مذهبی است، به نوعی مترادف با هم شدن. یعنی این مفهوم پرهیزکاری به ویژه در مسیحیت مترادف شده با مسیحیت. اینکه شما در مسیحیت مثلا روبرو میشید با اینکه پرهیزکاری که برای روحانیان دینی خودشون در نظر میگیرن، اینکه کشیش‌ها و یا اون پدرهای روحانی قرار هست که در زندگی خودشون ازدواج نکنند، حالا با اون تعریفی که خودشون نسبت به این موضوع دارن، پاکی رو تا این حد سخیف معنا میکنند که شما قرار هست که رابطه جنسی رو با کسی برقرار نکنید تا پاک دامن باشید. با توجه به اون تعریفی که گذاشته میشه و این چارچوب اخلاقی که شکل میگیره، حالا اینها باید در زندگی خودشون پرهیزکار باشن، از این رفتار هم پرهیز بکنن و به سمت این کردار نرن. مضامینی از این دست که در دل مسیحیت به کرات باهاش روبرو میشید. مثلا در نظر بگیرید مفهومی به اسم طلاق. این در اون نگاه رادیکال مسیحی خیلی جاری و ساری بوده در طی سالیان بسیار دیگه. همین موضوع اولی هم که دربارش صحبت کردم هم به همین شکل، یعنی همین نداشتن رابطه جنسی برای کشیش‌ها. در این موضوع مثلا در باب طلاق هم قضیه به همین شکل هست. حالا داره یک چارچوبی رو برای شما ترسیم میکنه، یک باید و نبایدی رو ترسیم میکنه که یک انسان با ازدواج با یک شخص قرار هست که تا آخر دنیا هم با او زندگی بکنه و طلاق از او نگیره. هر اتفاقی که هم افتاد اینها از هم طلاق و جدا نشن. حالا اگر اون
شخص بیمار بود، اگر اون شخص بیماری روانی داشت، بیماری روانی پیدا کرد، اگر آزار و اذیتش کرد، اگر در طول زیستن باعث آزار و اذیت یکدیگر شدن و یا هر اتفاق دیگه‌ای که افتاد، اینها نباید از هم جدا بشن، باید تا آخر دنیا هم در کنار هم باشن. خب این هم یک چارچوب اخلاقی است که حالا یک پرهیزکاری رو برای شما به وجود میاره و این هستش که به نوعی مفهوم پرهیزکاری گره خورده با ادیان، به ویژه با مسیحیت. و خب ما مواجه میشیم حالا در این زمینه اینکه طی مرور زمان در برابر این پرهیزکاری هم ایستادگی میشه. اینکه حالا این مفهوم پرهیزکاری گره میخوره با این معانی دینی و این مزامین دینی به نوعی، و به واسطه این ادغامی که در اینها میشه، این مترادف شدن این معانی میشه، یک باورهای هم شکل میگیره که در برابر اعتقادات مذهبی هست و اصولا اون نگاه دگم و بیمارگونه شکل میگیره. اینکه حالا قرار هست ما اگر در برابر ادیان نظری داریم، ایده‌ای داریم، اصولا همه چیزمون در برابر این نگاه باشه. یعنی قرار هست هر کاری که اونها کردن رو ما برعکسش رو انجام بدیم، هر نگاهی که اونها داشتن رو ما برعکسش رو انجام بدیم. به خصوص در نگاه عامه این به شدت اتفاق میفته و حتی در نگاه هایی که حالا قرار باشه صحبتی بکنن، نظریاتی رو مطرح بکنن، اخلاقیاتی رو بسازن، همه و همه در همین راستا قدم برمیداره. این که قرار هست ما همه چیز رو در برابر اون نگاه تصویر بکنیم، هر کاری که اونها کردن رو ما برعکسش رو انجام بدیم. اگر اونها باورمند به پرهیزکاری بودن، ما باید پرهیزکاری رو نفی بکنیم. اگر اونها چارچوب و قواعدی رو برای خودشون مشخص کردن، ما باید تمام این چارچوب ها و قواعد رو از میان برداریم و به نوعی باورمند به اون بی‌بندوباری بشیم و این برای اونها تعبیر و تفسیر میشه برای در باب این ضدیت، در باب این مخالفت، در باب این نقد داشتن نسبت به ادیان مختلف، نگاه‌های مختلف، باورهای مختلف. و این اون سنگ بنای کج و ناموزون است که این بنای ناهمگون رو به وجود میاره. اینکه در نهایت قرار هست که ما همه چیزمون در تقابل با اونها معنی بشه. قرار نیست که شما یک فکری رو به وجود بیارید. قرار نیستش که شما در باب یک باور مشخصی صحبت بکنید. قرار نیست که یک چهارچوب مشخصی رو پدید بیارید. قرار نیست که نقدتون نسبت به اون چهارچوب ها باشه، به اون تفکرات باشه. این تفکرات بیمارگونه‌ای که باعث آزار دیگران شده رو از میان بردارید. فقط قرار هست که ضدیت بکنید با اون معانی که مطرح شده. اینجوری هستش که شما مواجه میشید با این تقابل با پرهیزکاری، پرهیزکاری که حالا قرار هست به درک واصل بشه. قرار هست که ما تمام پرهیزکاری ها رو از میان برداریم، باورمند به یک بی‌بندوباری باشیم، باورمند باشیم که هر کاری میتونیم در این جهان بکنیم و این هر کاری انجام دادن ما معناگر اون آزادی باشه. یعنی شما مواجه میشید با یک آزادی بی قید و بندی که حالا نهایت معنای اسارت هست. ما در باب آزادی به کرات هم صحبت کردیم، در کتاب ها هم من بسیار بسیار دربارش صحبت کردم، اون معنای بزرگی که من منجی تمام جانداران بهش نگاه میکنم. برای من مفهوم آزادی مترادف با نجات تمام بشریت و تمام جان هاست. این که ما این آزادی رو با یک چهارچوبی تصویر کردیم، این که در اون نقطه ابتدایی گفتیم آزادی به مفهوم انتخاب قانون هست، قانونی که شما بهش باورمند هستید. یعنی مفهوم این آزادی در همین خلاصه میشه، اینکه این آزادی باید یک چارچوب مشخصی داشته باشه، یک چارچوبی که به ما آزار نرسوندن به دیگران رو نوید بده. اینکه قرار هست دلیل به وجود اومدن این آزادی و یا دلیل ادامه دار بودنش، تضمین حیات این آزادی، همین آزار نرسوندن به دیگران باشه. این چارچوبی است که ما با اون آزادی رو تعریف میکنیم. اما وقتی میرسیم به نگاه‌هایی که حالا قرار هست در برابر نگاه‌های خداپرستانه باشه، در برابر نگاه های یکتاپرستی باشه، در برابر نگاه های اسلامی یا مسیحی و یا دینی باشه، مواجه میشید با یک برعکس نگاری. حالا هر کاری که اونها کردن رو شما قرار هست که برعکسش رو انجام بدید. اگر اونها باورمند به پرهیزکاری بودن، شما باید هیچ وقت در زندگیتون از هیچ کاری پرهیز نکنید. اگر اونها باورمند به چارچوب های اخلاقی بودند، حالا با اون تعاریفی که درباره صحبت کردیم، اینکه این چارچوب های اخلاقی بسیار بسیار شکسته میشه، هر چارچوبی که بنا شده چند مورد داره، یک برخی از این چارچوب های اخلاقی مضر هست، آزاردهنده هست، یعنی شما باعث آزار میشید با این چارچوب، منافات داره با اون آزادی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم. فرایون خیلی از این چارچوب ها به دلیل مصلحت به راحتی شکسته میشه و اصولا به راحتی از بین میره و این هست اون دلیلی که باعث میشه ما وقتی به ادیان نگاه میکنیم ببینیم که هیچ موضوع اخلاقی در خودش جای نداره. اگر داریم در باب مسیحیتی صحبت میکنیم که صحبت از این میکنه که
حالا این کشیشان قرار هست که یک رابطه جنسی رو با کسی برقرار نکنند، در نشان دادن این پاکی جعلی و جعل شده و کذاب از پاکی، حالا قرار هست در کنارش به واسطه اینکه این موضوع برخلاف طبیعت هست هزاران زشتی دیگه اتفاق بیفته، چارچوب اخلاقی است که در نهایت نه تنها زیست جانداران رو بهتر نمی‌کنه، اینکه هزاران مصیبت رو هم به بار میاره. شما مواجه میشید با این کشیشان که به شدت تجاوز میکنن، تجاوزهای بی حد و حصری که به واسطه این ضدیت با طبیعت انسانی اتفاق میفته. یعنی شما در نظر بگیرید که یک چارچوب اخلاقی ساخته میشه در دل مسیحیت و اون چارچوب اخلاقی داره به شما یک تصویر جعلی از پاکی رو مطرح میکنه، یک تصویر کذابی رو از پاکی تصویر میکنه که اگر ما میخوایم پاک باشیم و پاک دامن قرار هست که با هیچ کس رابطه جنسی برقرار نکنیم. این معنای نهایی پاکی است که حالا داره مسیحیت با ما در میون میذاره. اما به واسطه این پاکی که تصویر میکنه، این چارچوب اخلاقی که میکشه و این پرهیزکاری رو در نهایت به انسان ها میده، این پرهیزکاری برخلاف طبیعت انسانی است، برخلاف اون چیزی است که انسان به ذات در خودش میشناسه، شهوتی که بخشی از نیازهای انسانی است، انسان برای این نیاز باید پاسخی داشته باشه و شما قرار هست که برخلاف طبیعت حرکت بکنید و هرگاه انسان برخلاف طبیعت خودش حرکت کرده بدترین لطمه ها رو به خود و دیگران هم زده قاعدتا. و حالا شما مواجه میشید با این رفتار بیمارگونه که در بین کشیشان اتفاق میفته. اینها در برابر یک اتفاق طبیعی بدنشون ایستادگی میکنن، حالا بیبندوباری ها و آزارهای بسیار رو هم پدید میارن. مواجه بشید با این تجاوزهای جنسی که توسط این کشیشان به کودکان اتفاق افتاده. حالا مواجه میشیم با یک اصلی که باز تبدیل به قاعده شده. من در برنامه‌هایی که پیرامون شناخت اسلام بود در باب این موضوع صحبت کردم، در ویژه برنامه شناخت اسلام، اینکه ما یک جا مواجه هستیم با خبط و خطایی که انسان‌ها انجام میدن. این یه موضوعی است که خب همیشه اتفاق میفته و احتمالاً تا آخر جهان هم اتفاق خواهد افتاد. اینکه جرم و جنایت‌های اتفاق میفته، انسان‌ها تجاوز می‌کنن، انسان‌ها به واسطه اتفاقاتی که پیرامونش هست دست به این جنایت می‌زنن. تا چه اندازه تعلیم و تربیت در این نقش داشته؟ خب قاعدتاً نقش داشته. ما باید این تعلیم و تربیت رو قاعدتاً تغییر بدیم. تا چه اندازه شرایط اجتماعی تاثیرگذار بوده در این جنایات؟ به عنوان مثال در دزدی تا چه اندازه وجود فقر تاثیرگذار هست؟ ما باید این فقر رو ریشه‌کن بکنیم تا یه همچین زشتی هایی رو نبینیم. اما در این حال این اتفاقات داره میفته و احتمال داره که همیشه هم بیفته. اما وقتی این تبدیل به یک قاعده میشه است که برای ما دشوار هست. اینجاست که نقطه تاریک و سیاه رو پدید میاره. اینکه شما وقتی مواجه میشید با نگاه اسلامی که نسبت به مثلا موضوع خیانت این رو تبدیل به قاعده و قانون در خودش کرده، اینکه مردها میتونن 4 همسر رو داشته باشن، این هست که اون مشکل بزرگ رو پدید میاره. یا وقتی مواجه میشید با مسیحیانی که حالا قرار هست به واسطه اون تعریف دور از عقلشون نسبت به پاکی، اینکه این پاکی جعلی رو پدید بیارن که انسان در برابر طبیعت خودش بایسته، حالا این تبدیل به یک قاعده میشه در راستای آزار دیگران، این هست که مشکل زا هست. اینکه این نگاه باعث این تولید این مشکل شده، اینکه حالا این کشیشانی که تمام عمر سرکوب کردند این نیاز خودشون رو، این نیاز طبیعی خودشون رو و به نوعی با طبیعت خودشون جنگیدن، حالا به سادگی میتونن به بیشمارانی تجاوز بکنن، میتونن کودکانی که هیچ شناختی نسبت به این موضوع ندارن رو فریب بدن و بهشون تجاوز بکنن. تجاوزات بی حد و حصری که اتفاق افتاده در طول تاریخ، نمونه هاش هم در همین جهان امروزی ما هم اتفاق میفته. در کشورهای مختلف گاهن مواجه میشیم با تعداد بیشماری از این تجاوزها که حالا به لایه‌های خبری هم میرسه، اما فرای این که حالا به رسانه ها برسه، در جهان به شدت داره اتفاق میفته. چرا که یک قاعده و یک قانون بیمارگونه ای رو به وجود آورده، حالا به صورت غیر مستقیم. هرچند ما گفتیم با این قاعده و قانون ها گاهن در اسلام روبرو میشیم که یک قانون مشخص هست، دیگه پنهان نیست، غیر مستقیم نیست. این اتفاق در مسیحیت غیر مستقیم داره میفته. یعنی خدایا دین مسیحیت که در باب تجاوز به کودکان موضوعی رو مطرح نکرده، قاعده ای رو مشخص نکرده، اما در اسلام مشخص کرد. یعنی شما مثلا مواجه میشید با این ازدواج و این کودک همسری که حالا تبدیل به یک قاعده و قانون شده. اینکه شما تجاوز به کودکان بکنید یک قاعده و قانون شرعی هست، یک قاعده الهی است که تا آخر جهان هم باید ادامه پیدا بکنه. اما از مسئله اصلی دور نشیم. این مفهوم پرهیزکاری که ما در بابش صحبت کردیم، تا اینجا در بابش مثال‌های زدیم، نمونه‌های رو گفتیم، قرار هست که ما رو پس در این چارچوب‌های اخلاقی که بهش باورمند هستیم راهنما باشه. قرار هست که ما به واسطه این پرهیزکاری که بهش باورمند میشیم
حالا یک سری از کارها و باید و نبایدهایی که اخلاقمون برامون مشخص کرده رو انجام بدیم، اما گفتیم که روبرو میشیم با کسانی که تقابل میکنن با این موضوع. به واسطه اون چهره‌ای که نسبت به دین برای خود تصویر کردن، میان و همه چارچوب‌ها رو زیر پا میذارن، تمام اخلاقیات رو از بین میبرن، مفهوم پرهیزکاری رو لکه‌دار میکنن، چرا که ادیان از اون استفاده کردن. و این اون نقطه وحشتناکی است که ما رو داره به یک حماقت دوباره سوق میده، همون گونه که دربارش صحبت کردیم، اینکه انسان‌ها دائما در حال بازتولید افکار مسموم خودشون هستن، اعتقاد به این نابرابری دارن، اعتقاد به این برتری دارن، این برتری که نابرابری رو به وجود میاره، اعتقاد به اون قدرت یکتایی در آسمان ها دارن و این باعث بازتولید دوباره میشه. هر بار ما داریم این سیکل بیمار رو میبینیم که دوباره در حال تکرار کردن خودش هست. هر بار داریم مواجه میشیم به این که شاید یک بار یک تصویری در اونجا وجود داشته، یک خدایی تصویر شده، فردا قرار هست که هیتلر در همون جایگاه قرار بگیره و همون راه رو به پیش ببره. حالا در این قاعده هم قاعده به همون شکل است. اگر روزگارانی ادیان به واسطه این نگاه‌های بیمارآلود خودشون این رفتارها رو انجام دادن، حالا شما با کتمان تمامیت این نگاه ادیان و زیر سوال بردن و برعکس اجرا کردن تمام رفتارهای اونها، دوباره قرار هست در این سیکل بیمار بیفتید و دوباره همین رفتارهای اشتباه و مضر خودتون رو هم شکل بدید. اما این نگاه‌های متضادی که شکل گرفته قاعدتاً به واسطه ظلم‌های بیکران است که باز هم ادیان قائل شدن. این که انسان‌ها دیدند که اینها چه کارهایی کردن، چه ظلم‌هایی کردن، حالا وقتی از اینها بریدن به نوعی، مثلا شما در ایران خودمون در نظر بگیرید، جوانانی که مواجه شدن با این طیف ظلمی که داره توسط اسلام و باورهای اسلامی بهشون میشه، این خفگی و خفقانی که مدام باهاش دارن دست و پا میزنن، بدترین رفتارها در قبالشون میشه، بدترین خشونتها در قبالشون اعمال میشه، زندان، اسارت، قتل، شکنجه، این خفقان سراسری در باب تمام موضوعات. حالا در یک ویژه برنامه‌ای که قرار هست تحت عنوان آلت پرستان درباره‌اش صحبت کنم، در باب مسائل جنسی موجود در جوامع اسلامی بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم، اما یک نمونه ساده رو اینجا بهش اشاره بکنیم. این نگاه اسلامی‌ها که توامان پر از تناقض هست، از یک سو در پی جستن این شهوت و اشاعه این شهوت هست، از یک سوی دیگه به واسطه اون نگاهی که داره نسبت به این زنان و قرار هست اونها رو در حس نگه داره، یک تصویری پر از خفقان به وجود میاره. حالا مواجه میشیم با انسانهایی که حاضر هستن تمام این چارچوب‌ها رو از بین ببرن، خودشون رو غرق در این بیبندوباری‌ها بکنن و آزادی خودشون رو تفسیر به بیقانونی بکنن. اینکه نهایت قرار هست که ما فقط در یک بیقانونی غرق بشیم، اینکه قرار هست ما به هیچ قاعده و به هیچ چارچوبی پایبند نباشیم. این نهایت آزادی ما هست. نهایت این هستش که ما پرهیزکاری رو زیر پا لگدمال بکنیم، هر چیزی که وابسته به این اعتقادات هست رو از میان برداریم و در نهایت به اون بی‌بندوباری برسیم. و این ثمره نگاه‌هایی است که توأمان در حال تحمیل خود هست. توأمان داره انسان‌ها رو در این خفقان به پیش می‌بره. اینقدر این تحمیل رو به بالا میبره که در نهایت انسان‌ها به یک مرتبتی برسن که بخوان این رو از بین ببرن، از میان بردارن، در برابرش عمل بکنن. و ما مواجه میشیم با این طیف‌های فکری که شکل میگیره، حالا چه در بین مردم عامی و چه حتی شاید تبدیل به افکار و باورها و نظراتی هم بشه، در جای جای جهان هم با اونها روبرو بشیم. یک ضدیت صرفی که با تمامی تفکرات داره اتفاق میفته، یک نوع نگاه در نهایت آنارشیستی که قرار هست در برابر تمام نگاه ها بیسته. حالا منظورم اون آنارشیستی که امروز ما میشناسیم در جهان نیست، مفهوم همون معنای آنارشیست و اون هرج و مرج طلبی است. اینکه حالا شما شاید مواجه بشید با کسی که قرار هست تمام چارچوب ها رو از بین ببره، چیزی که قرار هست آزادی رو هم لکه دار بکنه، چیزی که قرار هست آزادی رو از میان ببره. ما در باب آزادی صحبت کردیم، اینکه شما اگر معترف و معتقد به این قانون آزادی نباشید و احترام به آزادی دیگران نذارید، احترام به جانهای دیگر نذارید، آزار به دیگران نرسونید، آزادی شکل نمیگیره. قدرت هست که میانه دار میشه. اینکه شما اگر قدرت داشته باشید آزاد خواهید بود، آزاد خواهید بود به واسطه اسارت دیگران. اما اگر قرار باشه که ما این آزادی رو تبدیل به یک نظم مستحکمی در جهان هستی بکنیم، باید باورمند به این قانون باشیم و اصولا آزادی شکل نمیگیره مگر با چارچوب و قاعده و قانون. و ما داریم در باب موضوعی صحبت میکنیم که در نهایت ما رو باید به این سمت برسونه که پرهیزکاری هم بخشی از زیستن ماست، یک راهیست برای رسیدن به اون آزادی، رسیدن به اون برابری. قرار هست که ما پرهیزکار باشیم در زمینه این که به دیگران آزار نرسونیم. قرار هست که ما علاقه داریم به این که گوشت حیوانات رو بخوریم، به عنوان مثال ما لذت هم میبریم از این موضوع، اما قرار نیست در این جنون راه رو به پیش ببریم. قرار هست که پرهیزکار باشیم، قرار هست که با اون پاکی که بهش باور داریم راهمون رو به پیش ببریم.
قرار هست که به واسطه این آزادی که قرار هست همه گیر بشه تبدیل به یک نظمی بشه، دیگران رو مورد آزار و اذیت خود قرار ندین. حالا با توجه به این معانی ما باید که پرهیزکار باشیم، باید که از برخی از موضوعات پرهیز بکنیم، باید به یک چارچوب اخلاقی باورمند باشیم و به واسطه اون چارچوب اخلاقی خودمون باید و نبایدهایی رو تصویر بکنیم و در همون هم گام برداریم. ما معتقد هستیم که نباید دیگران آزار ببینن، حال اینکه ما نیاز به خوردن داریم و لذت خودمون رو در این خوردن در گوشت و تن حیوانات میبینیم، نباید دلیلی بشه برای اینکه دیگران رو اذیت بکنیم و آزار بکنیم و این چارچوب‌های اخلاقی رو بشکنیم. و قاعدتا این هم بخشی از پرهیزکاری ماست. گیاه‌خوار بودن باورمندان به برابری و جان معناگر همین پرهیزکاری است. اینکه ما در نهایت باور به این آزادی داریم که آزار نرسوندن به دیگران رو تنها قاعده و قانون خود دونسته، اینکه تضمین دهنده حیات این آزادی همین آزار نرسوندن به دیگران هست و حالا ما با توجه به این چارچوب اخلاقی، با توجه به این تعریفمون نسبت به آزادی، خب قاعدتا جان دیگران رو آزار نمیدیم، دیگر موجودات رو به واسطه سیر شدن خودمون از بین نمیبریم. و این پرهیزکاری است و اون چارچوب اخلاقی است که بهش معترف. در باب موضوعات دیگه هم به همین شکل است. من در باب نیاز و جنگ با جبر هم در قسمتی از همین برنامه بنامه جان صحبت کردم. اینکه شما قرار هست نیازهای خودتون رو بشناسید. ما در جهانی به دنیا اومدیم که جهانیش پر از نیازهای انسانی، نیازهایی که گاهن ما رو به درد و رنج و غصه نه تنها برای خود که برای دیگران هم میکشونه. اما قرار هست که این نیازها رو بشناسیم و با چارچوب اخلاقی، با اون معنایی که بهش معتقد هستیم، با اون تعریفی که نسبت به آزادی داریم حرکت بکنیم. قرار هست با توجه به اون تعریفی که کردیم به دیگران آزار نرسونیم. اگر نیاز جنسی داریم قرار نیستش که دیگران رو تصاحب بکنیم، با هزاران هزار نفر رابطه جنسی برقرار کنیم. قرار نیست که به دیگران تجاوز بکنیم. قرار هست که ما در نهایت با عشق، با توسل به عشق به این نیاز خودمون پاسخ بدیم. عشق رو در وجود یک تن ببینیم که خود رو با اون، زندگی خود رو، تن خودمون رو، جان خودمون رو با اون شریک بشیم. و در نهایت این اون تعریفی است که ما نسبت به این موضوعات داریم، نسبت به مقابله با این جبر، مقابله با این نیازها داریم. و در نهایت قرار هست که ما باز هم با اتکا به اون چارچوب اخلاقی خودمون زندگیمون رو به پیش ببریم و با پرهیزکاری زندگیمون رو به پیش ببریم. تمام این معانی گره خورده با همین پرهیزکاری هست. یعنی وقتی شما دارید در باب آزار نرسوندن به دیگران صحبت می‌کنید، یعنی پرهیزکاری، یعنی معنای همراستای با پرهیزکاری. ما برای اینکه بخوایم جهان بهتری رو بسازیم قاعدتاً باید پرهیزکاری بکنیم. قاعدتاً برای ساختن جهان بهتر نیاز به چارچوب‌هایی داریم، نیاز به قوانینی داریم، نیاز به قواعدی داریم، نیاز به چارچوب‌های اخلاقی داریم. و در نهایت با استفاده از همین پرهیزکاری است که میشه این جهان بهتر رو ساخت. قاعدتاً وقتی در باب نیاز داریم صحبت می‌کنیم، دنیای ما پر از نیازهاست. این نیازهایی که دنیای ما رو زشت و طاقت فرسا هم کرده. اینکه انسان‌هایی هستند که به سادگی جانداران رو زیر پا می‌ذارن، گوشت و خون اینها رو می‌خورن و برای لذت بردن خودشون حاضر هستن که هر کاری بکنن. کودکان حیوانی رو هم به بدترین شکل و وحشیانه ترین شکل از بین ببرن، به دنبال گوشت بره و گوساله و جوجه کباب بگردن توی خیابون‌ها تا این جنون خودشون رو ثابت بکنن. این هم به واسطه همون تعالیم بیمارگونه است که به اینها داده شده، ارزش‌هایی که گذاشته شده برای اونها عادی سازی شده، به بخشی از زندگی عادی اونها تبدیل شده. اما ما قرار هست برای ساختن جهان بهتر به این پرهیزکاری باور داشته باشیم. قرار هست که خود رو سیراب بکنیم، قرار هست که در برابر این نیاز خودمون ایستادگی بکنیم، اما نه با آزار دیگران. قرار هست تا حدی که برامون ممکن هست، تا حدی که این جهان به ما اجازه میده، دیگران رو آزار و اذیت نکنیم، چرا که اعتقاد به این آزادی برای همه موجودات داریم. اعتقاد داریم که همه میتونن آزاد باشن و تنها تضمین وجود این آزادی هم این هست که دیگران رو به استثمار خودمون نگیریم، چرا که امروز شاید انسان‌ها حیوانات رو به استثمار خود گرفتن، اونها رو به بدترین شکل و وحشیانه ترین شکل سر میبرند و میخورند و از گوشت و تنشون استفاده و تناول میکنند. شاید فردا یک جاندار قدرتمندتری از انسان وجود داشته باشه، شاید یک دسته ای از انسانها بر دیگران به نوعی پیروز بشن. حالا شاید فارغ از این خوردن و تناول گوشت تنشون باشه، اما اتفاقاتی که در جهان میفته هم همه معناگر همین هست.
اگر امروز مواجه میشید با جنگ هایی که در سراسر جهان داره اتفاق میفته، همه در راستای همین باور به برتری خود هست. اگر شما مواجه میشید جنگی داره شک میگیره تا یک عده برتری خودشون رو ثابت بکنن، دیگران رو به زیر پا بذارن، باز هم برگرفته از همین معانی هست و ما قرار هست با این پرهیزکاری ها در برابر این نگاه زشت بایستیم. پرهیزکاری هایی که در ابتدا به واسطه تعلیم قرار هست پیش بره، به واسطه فرهنگ قرار هست پیش بره و در نهایت هم قاعده و قانون هست که به ما کمک خواهد کرد در این معانی و این مضامین. پس قاعدتاً باور به پاکی برای ساخت دنیای ما راهگشا هست. وقتی ما در باب پاکی صحبت میکنیم، یعنی دور شدن از اون کثافات و زشتی هایی که در جهان وجود داره، نه اون تعریف بی مفهومی که در باب پاکی میدن، به عنوان مثال همون تعریفی که درباره اش صحبت کردیم در دل مسیحیت، اینکه شما قرار باشه در برابر طبیعت خودتون بایستید که معناگر این پاکی نیست، اینکه شما قرار باشه رابطه جنسی برقرار نکنید، طبیعت خودتون رو به زیر پا بذارید تا در نهایت به یک شکل دیگه افسار گسیخته بیرون بیاد، همون چهره ای که دارید در دل اسلامی ها میبینید، همون چهره ای که دارید در دل مسیحیان میبینید، در دل همین کشیش ها میبینید. حالا یک روزی سعی میکنن با این پرهیزکاری احمقانه و ابلهانه در برابر این خواست طبیعی بدنشون بایستن. انسانی که زاده شده با این شهوت بزرگ شده، یک بخشی از وجودیتش هست، حالا شما به اون پاسخی نمیدید، در نهایت با تجاوز قرار هست که بهش پاسخ بدید. یعنی چارچوب اخلاقی که ساخته شده برای نابودی، برای آزار رسوندن، اما ما این چارچوب های اخلاقی رو قرار هست بسازیم برای آزار نرسوندن به دیگران. قرار هست که اگر ما با نیازی به اسم شهوت روبرو میشیم، این رو در دل یک عشق ببینیم که در نهایت به یک زیبایی، به یک معنای فراتر از این زندگی روزمرهمون برسیم. عشقی که قرار هست به ما کمک بکنه در بهتر زیستن، بهتر نگاه کردن به جهان، و ما قرار هست که همه چیز زندگیمون رو با اون طرف شریک بشید و این برامون والا و بزرگ و زیبا خواهد بود. هم پاسخی است به این نیاز و در عین حال پاک زیستن و دور شدن از این زشتی ها و کژی ها. و این معنایر این نیستش که شما قرار باشه در بی بندوباری راه به پیش ببرید و در این راه زندگیتون رو از بین هم ببرید. مثال های بیشماری در باب این پرهیزکاری و پاکی میشه در جهان و باورهای خودمون بهش اشاره بکنیم. تک تک اینها در همون مبنا و همان معناست. اینکه پاکی که ما داریم تعریف میکنیم دور شدن از این زشتی هاست. این پرهیزکاری ها در راستای رسیدن به اون زندگی آزاد برای همه جانداران و اون برابری برای همه موجودات است. اینکه وقتی ما داریم در باب آزار نرسوندن صحبت میکنیم، یعنی ما پرهیز میکنیم خودمون رو از هر رفتار زشتی در قبال دیگر جانداران، در قبال انسان ها، در قبال حیوانات، در قبال گیاهان. برای امیال و خواسته های خودمون دیگران رو به استثمار نمیگیریم. قرار نیستش که به خاطر اینکه زندگی انسانی رو به پیشرفت برسونیم، طبیعت رو لکه‌دار بکنیم، پایمال بکنیم، جنگل‌ها رو از بین ببریم، جنگل‌ها رو آتش بزنیم، درختان رو نابود بکنیم برای اینکه خودمون داشته‌های بیشتری داشته باشیم، ابزار بیشتری داشته باشیم. قرار هست که یک زیست برابری رو برای خود و دیگر جانداران پدید بیاریم و با پرهیزکاری همیشه این راه رو به پیش برد. و قاعدتاً نباید تقابلی که ما با دین، با خدا، با این مفاهیم داریم هیچ خدشه‌ای به باورهای ما داشته باشه، چرا که قرار نیست ما برعکس اون نگاه ها حرکت بکنیم. قرار هست که ما یک نگاه متفاوتی رو در کنار این نگاه ها داشته باشیم، نگاهی که یک باور و یک چارچوب مشخصی داره، چارچوب مشخصی که بر پایه آزادی هست، بر پایه قاعده و قانون آزادی هست، چارچوبی که داره به ما فریاد از برابری میزنه، برابری که همه جانها رو در بر میگیره. این که قرار نیست ما دیگه تقسیماتی داشته باشیم، قرار نیست که نگاهی نسبت به یک خدای قدرتمند، به یک قدرت ماورا داشته باشیم. قرار هست که همه جانها رو به واسطه جانشون که با ارزش ترین بخش زیستنشون هست، یکتا و برابر و یکسان ببینیم. و با این مفاهیم هست که قرار هست جهان خودمون رو بسازیم و در اون هم قاعدتاً با توجه به این چارچوب‌های اخلاقی پایبندی خواهیم داشت و در این حال پرهیزکار هم خواهیم بود. پرهیز از کشتار دیگران خواهیم کرد. پرهیز از برای رسیدن به لذت آزار دادن دیگران خواهیم کرد. قرار نیست که گوشت تن دیگران رو بخوریم و بدریم که خودمون لذت ببریم، به نیازمون پاسخ بدیم. قرار هست که خودمون رو با گیاهان سیر بکنیم. قرار هست که در این آزار راه رو به پیش نبریم. قرار هست که برای همه نیازهامون پاسخی منطقی و معقول داشته باشیم، نه خود رو در برابر طبیعت وجودی خود قرار بدیم که جهان رو زشتر و بدتر بکنیم، که در نهایت با یک علیانی از این احساسات به تجاوز و زشتی و آزار برسیم، و در این حال هم قرار نیست که بی بندوبارانه زندگیمون رو به پیش ببریم.
و میتونیم از این پرهیزکاری هم استفاده بکنیم. پس قاعدتا مفهومی به اسم پاکی و پرهیزکاری که حالا دربارش صحبت کردیم، یک قاعده ایست که باید راهگشا برای ما باشه، یک وسیله و ابزاریش برای اینکه ما بتونیم این چارچوب فکری، این اخلاق رو به پیش ببریم. اخلاقی که مشخص کرده، راه و طریقت رو به ما نشون داده، باور به آزادی که قاعدتا یگان منجی زیستن تمام جانداران هست و باید با باور به اون جهان پیشتر و روبروی خودمون رو بسازیم. و ما برای اینکه این قاعده و قانون رو در همه جای جهان در بین تمام مردم دنیا جاری و ساری بکنیم، نیاز به این پرهیزکاری ها هم خواهیم داشت و باید دور شد از این نگاه های دگمی که فقط و فقط در پی در برابر نگاه های دیگر هست. همواره زیست انسانی با همین نگاه آلوده پیش رفته، همواره تمامی نگاه ها همین رویه رو پیش بردن، جایگاه و عصر رو تکون ندادن، در برابر این اصول نایستادن، ریشه ها رو بهش کاری نداشتن، تنها و تنها در پی تغییر دادن ساقه ها بودن، در پی این بودن که جایگاه ثروتمند تغییر بکنه و فقیر به جاش قرار بگیره، کارگران را رأس کار قرار بگیرن، قرار بوده که خداباوران به کنار برن تا بی خدایان جای اونها رو بگیرند و قدرت رو در اختیار بگیرن، قرار بوده اگر اونها به چارچوب‌های اخلاقی به عنوان مثال باور داشتن با همون تعاریف مشخص، حالا چارچوب‌های اخلاقی کلاً به کنار گذاشته بشه و ما به یک بی‌بندوباری برسیم. قرار هست اگر دیروز آزادی وجود نداشته، امروز یک آزادی بی‌بندوباری به وجود بیاد و ما باید در برابر این نگاه‌ها بایستیم و قاعدتاً با این مفاهیمی که مطرح کردیم یک پرهیزکاری منطقی و معقولی رو هم بهش باور داشته باشیم. در باب این مسئله میشه ساعت‌ها هم صحبت کرد، قاعدتاً در برنامه‌های آتی هم در باب مزامین و مصادیقی از این دست صحبت خواهیم کرد، اما در این قسمت سعی کردیم که این کلیات رو با هم مطرح بکنیم تا به یک نتیجه مشخصی هم برسیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم دوباره باهاتون در میون بذارم که اگر دوست دارید این راه تغییر شکل بگیره، این صدا شنیده بشه و بیشترانی به این جمع اضافه بشند، میتونید این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه به نام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه به نام جان رو ضبط و پخش بکنم، آرا و عقاید و افکارم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر درآوردم. این آثار در اختیار شماست، میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی اونها رو دریافت و مطالعه بکنید و اگر خواستید این صدا شنیده بشه و این راه ادامه پیدا بکنه و به نوعی شکل بگیره، میتونید این صدا رو و این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که کنار من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.